بعد از ظهر خیلی خوب رو برای همتون آرزو میکنم. دوستان عزیز، بدون هیچ وقفه‌ای میرم سر جواب سوال هاتون، چون که خیلی سوال دارین. شروع میکنم با آقایی که گفتین چندین سال در مسیر عرفان هستین و برنامه های من رو دنبال میکنین. بعد از 11 سال زندگی و یک پسر 6 ساله خیلی خوب و مهربان که نصیب شما شده، 1 ساله که متوجه شدین خانم شما اعتیاد به تریاک دارن و همه خانواده ایشون هم مبتلا به اعتیاد هستن، و سوال شما الان این هستش که آیا طلاق بگیرین یا چه کار بکنین. در اول عزیز، چه مسهر مسئله ای رو که ما گفتیم در دنیای خارجی مشاهده میکنیم، در واقع داره یک چیزی رو به توجه ما میاره، و اون چیز چی هستش؟ که من به جستجو برم و ببینم که کجا من یک همچین حالتی رو دارم. خب پس بنابراین زمانی که شما اعتیاد رو میبینین و من میام در خودم جستجو میکنم، من حتما نباید که مسئله اعتیاد باشه. فرضاً من میبینم که آیا من هر روز صبح باید یه قهوه بخورم، اگر اون قهوه رو نخورم سردرد میگیرم، آیا قند و شکر باید استفاده بکنم، سه بعد از ظهر حتما باید یه شیرینی بخورم، اعتیاد به این مسئله دارم، آیا اعتیاد به افکاری که مرتباً هی خودشون رو تکرار میکنن دارم. پس در اول همیشه ما میگیم که در دنیای خارجی چی داره به توجه من میاره، بعد من میام در خودم واقعا با خلوص نیت، با رو راستی چک میکنم ببینم که کجا این رفتار یا این چیز در من وجود داره. خب مرحله دوم این هستش که ما همیشه باید ببینیم که اون چیزی رو که ما میبینیم به عنوان یک مشکل ریشه یابی بکنیم و ببینیم که ریشه این قضیه از کجا میاد. پس بنابراین چرا افراد به طرف مواد مخدر میرن؟ به خاطر اینکه من از خودم راضی نیستم، از زندگیم راضی نیستم، بنابراین دنبال یک چیزی هستم، تو انگلیسی بهش میگیم سلف مدیکیشن، که من خودم به خودم دارو میدم که خودم رو بی‌حس بکنم در مقابل اتفاقاتی که داره در خارج به تصویر من میاد. اوکی؟ پس سوال اول این هستش که آیا این مسئله از آگاهی میاد یا از ناآگاهی میاد. پس 100% همه ما میتونیم این رو متوجه بشیم که اگر من به طرف مواد مخدر میام، یعنی یک شخص آگاهی نیستم. خب پس زمانی که من آگاه نیستم یعنی چی؟ یعنی این که من اون درس های زندگی رو یاد نگرفتم. من پیش خودم فکر میکنم که این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم یک دنیای نامهربانه و مرتباً بلا سر من میاد. من متوجه نیستم که من خودم این سناریو رو نوشتم، من خودم تمام این اتفاقات و افراد رو جذب کردم طبق اون درسی رو که باید یاد بگیرم. پس بنابراین من خودم رو که اکثر افراد همین مسئله دیپرشن هم باهاش میاد، احساس میکنم که اتفاقات دارن سر من میفتن و من آدم خوش شانسی نیستم و من شوهر خوبی ندارم، رابطه خوبی ندارم، همه افراد با من بد رفتار میکنن، با من بد صحبت میکنن، و من متوجه نیستم که همه این چیزها رو من جذب کردم و همه اینها داره از اون انرژی که من درش هستم مسائل مثل خودش رو با همون انرژی رو داره جذب میکنه. اوکی؟ پس حالا ما باید ببینیم که چرا خانم شما داره از مواد مخدر استفاده میکنه، چه احساسی هستش که من نمیتونم باهاش دیل بکنم، نمیتونم باهاش کنار بیام و دارم از این وسیله استفاده میکنم. خب پس بنابراین ببین عزیز، زمانی که ما میریم توی راه عرفان که شما میگین خیلی ساله دارین دنبال میکنین و برنامه های من رو هم دنبال میکنین، شما باید ببینین که اگر که شما میخواین یک آگاهی یا هوشیاری رو به کسی دیگه ای بدین، آیا این آگاهی یا هوشیاری در من هست؟ پس اگر که من این رو نمیتونم با یه همچین قضیه دیل بکنم و داره فکر طلاق توی ذهن من میاد،
باید شما این سوال رو از خودتون بپرسین که چرا من یک همچین موقعیتی رو جذب کردم. اگر که من در اون آگاهی هستم، در راه عرفان افتادم، یعنی که من باید برای دیگران understanding، باید اونها رو بفهمم، باید باهاشون همدرد باشم، باید بهشون کمک بکنم. خب آیا من این کارها رو انجام دادم؟ مسئله دیگه این هستش که خیلی وقتا میگیم که یه سری از افراد old school هستن، از مدرسه قدیمی میان، یعنی اینکه سالیان سال پیش فرزن در یک رابطه به این صورت بود که آقا صبح میرفتن از خونه بیرون کار میکردن، پول میووردن، خانم هم از صبح توی خونه بودن و خونه رو تمیز کاری میکردن و غذا درست میکردن و به بچه ها میرسیدن. خب زمان عوض شده و اگر ما به همون ترتیبی که زندگی عوض میشه تغییر پیدا نکنیم، یک مقدار مشکل پیش میاد، چون امروز انتظارهای ما بیشتر شده. پس بنابراین اگر که شما پیش خودتون میگین که خب من که دارم از صبح تا شب میرم جون میکنم و کار میکنم و دیگه چی میخواد، اون مسئله یعنی که الان در من مشکل هستش. چون خانم شما اگر که میبینن همسایه بغلی داره هر سال دوبار سه بار مسافرت میره، یا شوهر شب تولد براش تولد میگیره، یا اینکه یه بار در هفته شام میبرتش بیرون، انتظارات این خانم بالاتر رفته. پس بنابراین کافی نیستش که شما فقط شب بیان توی خونه و یه غذایی در واقع روی میز بیارین. اوکی؟ پس اون میزان آگاهی باید یه مقدار بیشتر بشه. مسئله دیگه این هستش که اکثر اوقات وقتی افراد ازدواج میکنن، حالا دیگه اگر بگذاریم که ازدواج انتخابی هم نبوده، در فرهنگ ما که خیلی وقتا خانواده شوهر رو انتخاب میکنن یا خانواده شما تصمیم میگیرن که شما با کی ازدواج میکنین، حالا بذاریم بگیم که این قضیه هم نبوده و شما و خانومتون با عشق ازدواج کردین، بعد از یک دورانی اون عشق تبدیل میشه به روتین، کارهای عادی که ما هر روز انجام میدیم، خیلی دیگه نسبت به هم دیگه در واقع بی اهمیت میشیم و اون علاقه و عشق و پشن یا اون هیجانی که در اول بوده، اگر بوده، یواش 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 بی رنگ میشه دیگه. ما خیلی با هم دیگه عادی میشیم دیگه، نمیدونم، لباس خوب برای هم دیگه نمیپوشیم، نامه عاشقانه نمینویسیم، تلفن عاشقانه نمیزنیم، حتی تا حدی که کلماتی مثل دوست دارم یا عاشقتم یا تو مهمترین شخص توی زندگی من هستی، اینا یواش یواش از بین میرن. پس ماها دیگه رابطمون عادت میشه، مثل اینکه فرضاً شما یه سری مبلمان توی خونتونه و بعد از یه دورانی به اون مبلمان عادت میکنین، مالکیت بهش دادین، میگین خب این مبل خونه زندگی منه و همینه دیگه. پس رابطه هم به همین صورت اون هیجانش رو از دست میده. پس زمانی که رابطه دیگه هیجان درش نیست و عشق نیستش و صحبتهای شما یه صحبتهای خیلی سطحیه که شما شب که میان خونه خانمتون میگه آره امروز خالت زنگ زد اینجوری کرد و این بچه خیلی شیطونی کرد و رفتم گوش بخرم نمیدونم 20 تومن گرونتر شد و تمام صحبتهای عامیانه اینجوری میشه. پس بنابراین اون رابطه سول کنکشن، اون رابطه روحی برقرار نیستش و ما به مرور زمان به جای اینکه هی به هم دیگه نزدیکتر و نزدیکتر بشیم، احساساتمون رو با هم دیگه تقسیم کنیم، حال و روحیمون رو بگیم، برنامه ریزی آینده با هم داشته باشیم و واقعا با هم شریک زندگی باشیم، یواش یواش اینها از بین رفته. پس بنابراین شما اون رابطه روحی درتون نیستش. پس قبل از اینکه من بخوام فکر بکنم که طلاق بگیرم یا نگیرم، باید فکر بکنم که آیا من همه راه ها و روش های مختلف رو امتحان کردم و جواب نداده که به این نتیجه گیری رسیدم یا نه. پس اینو باید یه مقدار شما بیشتر عمیق‌تر روش فکر بکنین که چقدر شما دارین راجع به احساستون با خانمتون صحبت میکنین، این راه عرفان که شما درش رفتین آیا با خانومتون اینها رو تقسیم میکنین؟ چون دو مرتبه میگم اگر که ما جزو افرادی هستیم که از مدرسه قدیمی هستیم،
همونطوری که شما میبینین اگر تاریخ عرفان رو نگاه بکنین، تمام شاعره های بزرگ ایران مرد بودن و در چیزهای قسمت های عرفانی مختلف آقایون همیشه این واف بودن و بعد یواش 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 این در خانوم ها رواش پیدا کرد. حتی میتونم بهتون بگم عرفان هایی هستن که اسمشون رو نمیارم که آقایون قایم میکردن از خانوم ها و از کسان دیگه. پس یه چیزی بود که به صورت هاش هاش یا ساکت بین یه گروه متعددی رد و بدل میشد. ولی امروزه ما مشاهده میکنیم میبینیم که در واقع زمانی هم که من تو امریکا لکچر میذارم که سخنرانی میکنم، میبینیم که تعداد خانوم ها دو برابر بیشتر از آقایون هستش. و در ایران هم کسانی که باشون صحبت میکنیم یا رفت آمد میشه یا بین ایرانی ها، میبینیم تعداد خانوم هایی که در راه عرفان افتادن و دنبال در جستجو هستن که خودشون رو بشناسن و خودشون رو پیدا بکنن، خیلی رقمشون بالاتر رفته. حتی خیلی از اوقات هستش که خانوم های شکایت میکنن که من خیلی این راه رو دنبال میکنم ولی شوهرم اصلا تو خط نیست یا حاضر نیست که توی این راه بیاد و نمیخواد که بیدار یا آگاه بشه و این مسئله است. اوکی؟ پس شما باید ببینین که آیا شما این راهی رو که درش هستین فقط با چند تا دوستاتون میشینین راجبش حرف میزنین و صحبت میکنین، یا اینکه نه، خانومتون رو هم دارین آگاهش میکنین، دارین باهاشون صحبت میکنین و دارین توی جریان میارین. پس دو مرتبه عزیز، همونطور که همیشه میگم، عرفان یک چیز تئوری کار نمیکنه. دونستن این قضیه کافی نیست. مرحله مهمترش این هستش که من روزانه تمام اون چیزها رو زندگی بکنم. و برای افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن، این افراد یعنی که ذهن اونها بر خودشون غلبه میکنه و ذهن اونها بر ضد خودشون در کار و حرکته. پس اگر ریشه یابی بکنیم، من زمانی مواد مخدر استفاده میکنم که خودم رو دوست ندارم. پس اگر من عشق به خودم ندارم، مرتباً از راه و روش های مختلف به خودم صدمه میزنم. اون عشق به خود هم با عشق کریئتر، خالق شروع میشه. اگر که من یک رابطه عاشقانه با خالق خودم دارم، اون عشق رو در خودم هم به وجود میارم و اون عشق رو میتونم پروجکت بکنم به دنیای بیرونیم، مرتباً برسونم. ولی اگر که من اون رابطه وصل نیست و اون عشق به خداوند یا خالق من وجود نداره، پس در نهایتاً من از درون هم خالی هستم. و اکثر افراد سالیان سال میگردن دنبال این که اون نقطه خالی بودن رو پر بکنم. و اون نقطه خالی بودن دو مرتبه، همونطور که همیشه ما میشنویم، در درون هستش. پس الان زمانی هستش که همه ماها به درون مراجعه بکنیم و اعلام آمادگی بکنیم که ببینیم چه چیزهایی هستش که این سول ما، روح ما، مدتها هستش که میخواد با ما در تماس باشه و میخواد اون چیزهایی رو که ما دنبالش هستیم رو که در درون ما هست و جای دیگه ای هم نیستش به ما کامیونیکیت بکنه، با ما اون رابطه رو برقرار بکنه که با ما صحبت بکنه. پس اگر که همه ما این اعلام آمادگی رو بکنیم، خیلی موفق میشیم که بتونیم اون صدای کوتاه درونی رو بشنویم و متوجه بشیم که ما برای چی به این دنیا اومدیم و متوجه بشیم که تمام کشمکش های ما، داستان هایی که روزانه اتفاق میفته با خواهر و برادر و شوهر و زن و تمام این داستان ها، فقط یک تصویر ذهنی هستن که مرتبا به من میگن برو در خودت جستجو بکن، اون گوهری که در تو وجود داره به اون مراجعه بکن و اون رو به دست بیار تا تمام این کشمکش های خارجی از زندگی تو دور بشن. اوکی؟ پس این جواب شما. یکی پیام گذاشته بود از شهر اردبیل که امواج مثبتم اصلا با امواج منفی شوهرم جور در نمیاد، چه کار باید بکنم؟ خب دو مرتبه اینجا عزیز، امواج مثبت من امواج مثبت مثل خودشون رو جذب میکنن. پس بنابراین دو مرتبه بر میگرده، همه چی مثل یک آینه دوباره بر میگرده به من.
زمانی که من این پیام رو گوش کردم، امواجی که در این صدا بود امواج خالص مثبتی نبود. اوکی؟ پس بنابراین باز من احتیاج دارم به این بیداریه که متوجه بشم که افراد بیرون رو من با انرژی خودم جذب میکنم، تمام موقعیت های بیرونی رو من با انرژی خودم جذب میکنم. پس شما دو مرتبه باید روی انرژی خودتون کار بکنید، چون خیلی آسونه برای همه ما که هی انگشتمون رو به بیرون بکنیم، تو بدی، تو اینجوری میکنی، تو دروغ میگی، تو این کار رو میکنی، ولی همیشه ما باید اون انگشته رو برگردونیم به طرف خودمون، چون تمام اونها برمیگرده به من. چرا من یک شوهری با امواج منفی جذب کردم؟ پس باز هم من هنوز کار دارم، اون انرژی هنوز خالص یا مثبت نیستش. خانم دیگه ای که گفته بودین که پوکی استخوان دارین، دکتر نگفته که پوکی استخوان دارین، ولی خیلی زانوتون درد میکنه، با دیویدی های شما ورزش میکنم، میشینم و پا میشم، خیلی درد زانو دارم. دوستان در اینجا من یک نوت گذاشتم و اونی هستش که خواهش میکنم زمانی که برای من پیام میذارین، به خاطر اینکه پیام گیر محدودیت داره و الان حدود چه میدونم 4 صفحه سوال اومده، ازتون خواهش میکنم که پیام هاتون رو کوتاه بکنین، هی دور و دور و دور نچرخین. این پیام فقط همینه، همین یک جمله هستش که من پوکی استخوان دارم، دکتر گفته مشکلی نداره ولی زانو درد دارین. ولی هر پیامی رو 3 دقیقه یا 4 دقیقه خواهش میکنم توضیح ندین که جا بذاریم برای دوستان دیگه هم که بتونن تماس بگیرن. خب ببین عزیز، درد زانو اگر بخوای جنبه عرفانیش رو نگاه بکنین، از ترس و وحشت میاد. کجا در من ترس و وحشت وجود داره؟ من راجبه چه مسئله ترس و وحشت دارم؟ پس روی ترس و وحشت باید کارش. مسئله بعدی مسئله استرسه. زمانی که من زیر فشار فکری و روحی هستم، بدن کورتیزول ترشح میکنه، بدن اسیدی میشه در نتیجه ادرنالین و کورتیزول، بنابراین بدن اسیدی باعث درد میشه. اوکی؟ و زمانی که شما بدنتون اسیدی هستش، همونطوری که در دیویدی استرس و دیپریشن توضیح دادم، بدن اسیدی نمیتونه کلسیوم و منیزیوم رو جذب بکنه. پس بنابراین بدن آهسته آهسته میاد از اون کلسیوم و منیزیوم خود شما قرض میگیره و به مرور زمان این باعث پوکی استخوان میشه. پس هر زمانی که من درد دارم متوجه میشم، یکی این که این درد چه چیزی رو میخواد به توجه من بیاره، زانو درده، از ترس و وحشت میاد، استرس هستش که باعث اسیدی شدن بدن میشه، پس برمیگردی روی استرست کار میکنی که چه چیزهایی باعث میشه که من بیشتر آرامش اعصاب بگیرم. DVD استرس و دیپریشن رو دو مرتبه گوش کن، همینطور CD های عرفان و مدیتیشن که بهتون آرامش اعصاب بیشتر میده. کسی که کورتاژ میکنه، خانمی که چند دقیقه پیام گذاشته بودین، متاسفانه این کار رو 8 سال پیش کردین، خداوند یه دختر سالم به شما داده و خیلی عذاب وجدان دارین. خب ببین عزیز، این مسئله عذاب وجدان باید روش کار بشه و باید از بین بره. عذاب وجدان، نه اینکه بخوام دو مرتبه ترس در شما به وجود بیارم، ولی خیلی از اوقات سرطان‌هایی که ما میگیریم به خاطر عذاب وجدانه، به خاطر نبخشیدنه. اوکی؟ پس بنابراین زمانی که من به این آگاهی میرسم که تمام کارهایی رو که من تا امروز انجام دادم درست بوده، شک نکنی، هیچ کاری بد یا خوب نیست. پس در زمانی که ما انسان‌ها قضاوت می‌کنیم، قضاوت ماست که یک کاری رو بد می‌کنه یا یک کاری رو خوب می‌کنه. و زمانی که من متوجه می‌شم که پروردگار قضاوتی روی کارهای من نداره، همه چیز یک تجربه است که من در اون زمانه به خصوص می‌خواستم اون رو تجربه بکنم. پس بپذیریم که تمام کارهای من تا به امروز، 6 بار طلاق و جدایی من، 6 بار بچه انداختن من، تمام اینها یک انتخاب شخصی،
یک درس و یک تجربه بوده. پس من هیچ احساس بدی نسبت به کارهایی که کردم ندارم. و همونطوری که میدونیم ما همیشه قرار هستش که بخشیده بشیم. اوکی؟ برای اینکه اگر که ما آگاه به دنیا می اومدیم و اون آگاهی رو داشتیم، همه ما الان خیلی حالمون خوب بود و همه ما ها این همه کشمکش ها و مشکلات رو نداشتیم. پس ما اومدیم اینجا که تجربه بکنیم، اسمش رو اشتباه هم نمیذاریم، ما اومدیم یه چیز رو تجربه بکنیم و از اون تجربه یاد بگیریم که اون تجربه دیگه تکرار نشه. و تا زمانی که ما اون تجربه رو یاد نمیگیریم، دو مرتبه هی مرتبن خودش رو به مرور نشون میده توی زمینه های مختلف. پس این عذاب وجدان رو بذار کنار، این یک تجربه بوده و شما در اون زمان با اون آگاهی که داشتی بهترین تصمیم رو گرفتی، هیچ شکی هم توش نکنید. اوکی؟ بریم سر سوال بعدی. خانمی که گفته بودین گودی کمر داشتم، در دوران حاملگی هم با دیویدی های شما ورزش میکردم، گودی کمر و دردم از بین رفته بود، الان یک هفته است که دو مرتبه برگشته. خب دو مرتبه عزیز، روی مسئله استرس کار بکن. اوکی؟ چون گفتیم که درد از کجا میاد؟ از فشار فکری و روحی و از بدن اسیدی میاد. پس من تا اونجایی که میتونم روی آرامش اعصابم کار میکنم. و شما هر درد و بیماری رو اگر از بپرسین که از کجا میاد، هر درد و بیماری در بدن فیزیکی در ذهن درست شده. پس ذهن من هستش که مرتباً من رو مشغول میکنه و با من بازی میکنه. اوکی؟ پس میبینین که خیلی از اوقات شما با وحشتناکترین دردی که دارین میرین پیش دکتر و دکتر به شما میگه شما هیچ چیزتون نیست. اوا من دارم درد میکشم، مگه میشه چیزی نباشه؟ این ذهنه که تمام چیزها رو به وجود میاره. پس زمانی که من روزانه مدیتیشن میکنم و به اون سکوت میرم، اون آرامش درونی رو پیدا میکنم، هیچ کدوم از این دردها و مشکلات در زندگی من نیستش. پس متوجه بشین که هر دردی بازی ذهنه. پس اگر من بتونم متوجه این بازیه بشم و نذارم که دیگه با من بازی بکنه، همه داستانها حل میشه. سوال دومت این بود که با دیویدی های چربی سوز کار کردی، به هیکل دلخواه رسیدی، الان میخوای با دیویدی 8 کار بکنی، چجوری کار بکنی که وزنت کم نشه، زیاد نشه؟ اوکی ساری. ببین عزیز، در مرحله اول دو مرتبه اینجا میخوام این رو به توجه تمام بینندگان بیارم و اون قضیه این هستش که تکرار هفته پیش که من نیومدم در این دنیا که این بدنه رو یه جوری بسازمش که دوستش داشته باشم. من در اول باید این بدن رو هر شکل و فرمی که هست دوست داشته باشم و بپذیرم تا بعد اون بدنه خودش به فرم خودکار کار خودش رو انجام بده. این قضیه باید در اول برای ما جا بیفته که انقدر انرژی روی چاق شدن و لاغر شدن و سایز گرفتن و تمام این قضاوت هایی که ما داریم که اینجام کوچیک و اونجام بزرگ و اگه چجوری قدم بلند بشه و چجوری کوتاه بشه و چجوری اینجوری بشه، تمام اینها یک سری بازی هایی که از ایگو یا حس خودپسندی میاد که ما رو مشغول میکنه که به بیداری نرسیم. اوکی؟ پس انقدر وقت و انرژی روی این قضیه نذار. شما با دیویدی 8 یک روز در میون کار میکنی. اگر اعصابت راحت باشه، اگر خواب شبت خوب باشه، اگر آرامش داشته باشی، وزن شما اضافه نمیشه. دوستان، وزن ما، اضافه وزن ما به خاطر احساساتی هستش که ما نگه داشتیم. اگر اون احساس مسابقه با دیگران رو نمیدونم کینه و نفرت و نبخشیدن و حسادت و اگر اینها رو رها بکنین، تمام اینها روی شما وزن میذاره، اون مسئله برطرف میشه. اوکی؟ پس بنابراین شما اول باید احساس خوب و رابطه خوب با خودت، با بدنت و با غذا داشته باشی.
و نگران این که حالا چیکار بکنم، سایزم بزرگ میشه، هنوز که نشده. چرا اینقدر ما دنبال مسائل آینده هستیم؟ الان شما به هیکل دلخواه رسیدی، همون دیویدی رو یه روز در میون کار میکنی. اگر قرار چیزی تغییر پیدا بکنه تا آینده، در آینده بعد به اون رسیدگی میکنی. ولی متاسفانه داستان ما انسان‌ها این هستش که همش نگرانی آینده رو داریم، چی قراره پیش بیاد، زمانی که اصلا نه واقعیه نه وجود داره. ولی تمام مدت ترس و نگرانی پول جمع بکنیم، حساب پسنداز داشته باشیم، یه روز مبادا ما بعد این پول رو استفاده بکنیم. و تمام این ترس ها و نگرانی ها اینا از کجا میاد؟ از این که من رابطه واقعی با خالقم ندارم. چون زمانی که من واقعا معتقد هستم که اون از من نگهداری میکنه، همیشه کرده و خواهد کرد، که دیگه من احتیاج به حساب پسنداز و نگرانی و نمیدونم این داستانا ندارم. اوکی؟ بعدم پرسیده بودی خواهرتون از کویت میتونن خرید بکنن. بله، شما در هر کجا که هستین میتونن به وبسایت من برن که sudabe.com هست. اونجا سیستم پیپل وصله که همه میتونن 24 ساعته خودشون از اون طریق خریداری بکنن. خب بریم سر خانومی که گفته بودی خیلی مرددی، دختر خانوم، نمیتونی یه تصمیم بگیری و همش میخوای که دیگران به تصمیم. ببین عزیز، این بیماری، این حالت وسواسه. اوکی؟ زمینه استراب، ترس و وحشت هستش که برای من اون حالت عدم اعتماد رو به وجود میاره، که من به خودم شک دارم و نمیتونم درست تصمیم بگیرم. مرتبا فکر میکنم که دیگران میتونن بهتر برای من تصمیم بگیرن. پس چیزی که هستش، باید ببینی که یه مقدار تحقیق بکنی در مورد وسواس. وسواس زمینه ترس، وحشت و استراب. پس شما میخوای روی اون قضیه کار بکنی عزیز، روی ترس و وحشت و استرابه. پس تو مرتبه چیزهایی که به آرامش اعصاب کمک میکنن، ویتامین بی کامپلکس روزانه استفاده میکنی، گل بابونه، سنبولتیف، چیزهایی که آرامش اعصاب میدن، چیزهای گیاهی از اونها استفاده میکنی، مدیتیشن. میدونم که برای تو بگم مدیتیشن امکان پذیر نیست، چون افکار خیلی با سرعت و زیاد در حال حرکت هستن، ولی باز هم باید به تو پیشنهاد میکنم که راه پیمایی مدیتیشن بکن، که فقط این افکار رو که همینطوری که میان فقط نگاهشون بکن، ولی سعی کن حداقل یک ساعت پیاده روی، خیلی بهتر اگر یه جای طبیعت، پارک باشه، داشته باشی. و همینطور سعی کن که سیدی های عرفان رو گوش بکنی. از خودت بپرس که اصلا برای چی اومدی تو این دنیا. جستجو در مورد خود من، که حالا من تصمیم نگیرم چی میشه، مانتو نخرم چی میشه، هیچ اتفاقی نمیفته در این تصمیم گیری های سطحی که ما میخوام بکنیم. پس من باید برم به ریشه دو مرتبه، خودم رو پیدا بکنم، متوجه بشم که من کی هستم و چیستم. پس در راه پیدا کردن خودت باش، نه پیدا کردن مانتو و نمیدونم یه سری از این داستان ها. دوست عزیز که خیلی احساس ضعف و احساس بی انرژیگی میکنی، ساپلمنت هم استفاده میکنی، مدیتیت هم میکنی، نفس عمیق هم سعی میکنی بکشی، ولی احساس میکنی که کم نفس میاری، نمیتونی بلند صحبت بکنی، خیلی ساکت شده. بازم دو مرتبه عزیز، داستان تو بازم مثل همه کسای دیگه، چه چیزی به من میگه نمیتونم؟ ذهنه. چه چیزی برای من ماجرا درست میکنه؟ من انرژی ندارم. چون زمانی که ما همه متوجه نیستیم که ذهن ما کلی انرژی مصرف میکنه. اوکی؟ این افکار بیهوده من که مرتباً در حال فعالیت هستن، این ماشین رو مرتباً داره ازش کار کشیده میشه. پس این کار کشیدگیه که ذهن ما مرتب با این افکار داره یک مقدار انرژی مصرف میکنه. اوکی؟
این انرژی بیهوده که داره مرتباً به هدر میره، انرژی که من باید برای کارهام، فعالیتم داشته باشم رو از من میگیره. نفس تنگی دو مرتبه از استراب و ترس و وحشت و سیستم فکری که به هم ریخته میاد. اوکی؟ پس بنابراین تمام زمانی که ما ذهنمون هی مرتباً کار میکنه و زمانی که افکار من مرتباً منفی هستش و من رو آزار میده، ذهن ما در اثر استرس ادرنالین ترشح میکنه. زیادی ترشح شدن ادرنالین چیکار میکنه؟ روی غده تیروئید اثر میذاره، چون ادرنالین و تیروئید با همدیگه کار میکنن. وقتی ادرنالین زیادی ترشح میشه، تیروئید به هم میریزه، تنظیم ترشح تیروئید به هم میریزه. وقتی که تیروئید درست کار نمیکنه، پرفعالی میشه یا کم فعالی میشه، من ریزش مو میگیرم، بدنم ضعف میگیره، ضربان قلب من بالا میره، نمیدونم درجه حرارت من به هم میریزه، من افسردگی و دیپرشن میگیرم. تمام اینها در اثر چی به وجود میاد؟ اونی که من در اول ترس و وحشت و استراب دارم و ادرنالین زیادی ترشح شدنش روی غده تیروئید و اینها هی مثل یک دایره با همدیگه کار میکنن. یواش 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 اگر که کاری در مورد این قضیه نشه، شروع میکنه روی دیابت شما اثر میذاره، پس بنابراین بیماری قندی هم پیدا میکنه. پس این دایره وحشت همه با همدیگه دارن کار میکنن و تمام اینها رو کی به وجود میاره؟ خود من به وجود میارم، چون هنوز یاد نگرفتم که چطور این ذهن یا این ایگو، این حس خودپسندی مرتبا داره در من این افکار مضطرب و منفی رو به وجود میاره. پس در نتیجه تو میتونی ساپلمنت هم استفاده بکنی، میتونی ورزش هم انجام بدی، ولی باز هم این ذهن مرتبا مشغوله و داره با تو بازی میکنه. پس دو مرتبه روی این قضیه باید کار بشه و اینکه تیروئیدت رو یه چک بکن. ببینیم سوالهای اینجا تموم شد، فکر میکنم بریم توی صفحه بعدی. خانمی که گفته بودین وسواس فکری دارین در نوشتن و همه چی رو مینویسین، هیچ وقت هم چیز بدی نمینویسین، شیر گازو باز میذارین، آدم ها رو وادار میکنین که کارهای اداری شما رو چک بکنن، اینم دو مرتبه مسئله وسواس عزیز. پس بنابراین در مورد وسواس، همونطوری که اعلام کردم، از کجا میاد؟ از سیستم فکری و ذهنی من میاد. باز دو مرتبه همون قضیه که قبلا اعلام کردم که باید مدیتیشن روزانه داشته باشی. برای کسانی که مشکلات فکری و روحی دارن و وسواس فکری دارن، فوق‌العاده مهم هستش که شما در واقع حتماً حتماً ورزش بکنین، چون همونطوری که گفتم زمانی که من بیماری‌های روحی و روانی دارم، یعنی که کمیکال‌های مغزی، بایوشیمی در ذهن ما اون تعادل خودشون رو ندارن. پس کم یا زیاد بودن ملاتونین یا سراتونین یا تمام این هورمون ها برای من اختلالات ذهنی و فکری به وجود میاره. اوکی؟ پس تو وقتی که شما ورزش میکنین، ورزش باعث میشه که اون هورمون ها تغییر پیدا بکنن، یعنی که مقدار بیشتری ملاتونین. ملاتونین چیه؟ ملاتونین چیزی که باعث میشه که شما خواب خوب داشته باشین، کیفیت خوابتون خوب باشه یا نه. به مرور زمان که ما سنمون میره بالاتر، ترشح ملاتونین کمتر میشه، بنابراین میبینین افراد کم خوابی بیشتر میگیرن، بیشتر مواجه میشن با کمبود خواب. پس ملاتونین هم قرصش رو داریم، شما میتونین ملاتونین رو 2-3% استفاده بکنین که اون بیشتر بهتون آرامش اعصاب میده، کیفیت خواب شبتون رو بیشتر میکنه. زمانی که شما ورزش میکنین، سراتونین و اندورفین بیشتر ترشح میشه، اون هورمون آرام بخش و آسایش و خوشحالی. پس بنابراین ورزش 1 ساعت حداقل برای کسانی که مشکلات روحی و روانی دارن
بایده. و دو مرتبه شما باید از خودتون بپرسین که با سوال یکیه دوستان، من برای چی در این دنیا اومدم؟ جستجو و پیدا کردن خود و به درون رفتن که من بتونم به اون آگاهی و هوشیاری ذهنی برسم. پس مدیتیشن دو مرتبه یکی از اونهاست، یوگا دو مرتبه یکی از اون چیزهاست. یوگا هم برای خیلی از افراد فکر میکنن که یوگا یعنی این که من ورزش بدنی یوگا انجام بدم، ولی در واقع یوگا اصلا یعنی این که همون آگاهی، هوشیاری، اسپریچوالیتی، عرفان، بیداری، اینا تمام مجموعاً میشه یوگا، که حالا یوگای ورزشی و بدنی هم یکی دیگه از اون قسمت ها هستش. پس سعی کن روی اینها کار بکنی عزیز، و همینطور برای شما هم اون پیاده رویه بهش میگیم واکینگ مدیتیشن، مدیتیشنی که راه میری حتما و ضروری هستش، حتما هم به کامپلکس استفاده بکن. تکرار روز برنامه بیشتر در مورد عرفان، کارما، بخشش، چجوری میتونیم ببخشیم، حالت تسلیم و پذیرش. تکرار برنامه که دوستان اولین اجراش دوشنبه 9 صبح بعد 8 شب لس آنجلس پخش میشه، در وسط هفته هم هر از گاهی میره، ولی شنبه و یک شنبه 11 صبح که میشه 10:30 شب ایران دو مرتبه باز پخش داره. حالا در مورد عرفان که ما مرتبا صحبت میکنیم عزیز، در مورد کارما گفتم، کارما هم قانون داد و ستده که من چه تخمی چه بذری میکارم، اون چیزی رو که من میکارم نتیجتا خودش رو نشون میده. حالا ممکنه که یک گاهی اوقات بلافاصله خودش رو نشون بده، ممکنه 20 سال طول بکشه، 30 سال طول بکشه تا اینکه اون بذری که من کاشتم تازه دو مرتبه رشد بکنه و خودش رو نشون بده. اوکی؟ پس کارما چیز بدی نیست. دو مرتبه کرمه کارما رو یه سری فکر میکنن که کارما یعنی این که من اومدم یه کار بدی کردم و حالا یه کار بدی اینجا میکنم و حالا قراره تنبیه بشم به خاطر اون. همه ترس دارن که وای کارما نشه، نمیدونم. در صورتی که کلمه کارما یعنی قانون داد و ستده، چه بذری من میکارم، هر چیزی که من میخورم، گوجه فرنگی بکارم، گوجه فرنگی در میاد، درخت گیلاس بکارم، درخت گیلاس در میاد، اونم بستگی به زمانی داره که اون خودش رو نشون میده. پس بنابراین خیلی از ماها اون بذره رو میکاریم و بلا فاصله میخوام که یه درخت بلند گیلاس در بیاد و اون مسئله اتفاق نمیفته. پس بنابراین همون جوری که شما هر روز نمیرین چک بکنین ببینین که اون بذری که کاشتین در اومده یا رشد کرده، قضیه بیداری و هوشیاری و عرفان هم همینه. پس بنابراین اینا یه سری پرینسیپاله که توی تمام مذاهب هم اومده، توی عرفان هم اومده. من باید کار خوبم رو انجام بدم، صحبت خوبم رو بکنم، دیدم نسبت به زندگی خوب باشه، مردم رو دوست داشته باشم، خودم رو با دیگه از دیگران جدا نبینم، یکی ببینم، اون چیزی که برای خودم میخوام برای همسایه‌م هم بخوام حتی بیشتر، نه اینکه من چی برای من. پس این قضیه کارما هستش. چجوری ببخشین؟ بخشیدن عشق من با بیداری میاد. اون زمانی که من بیدار میشم داستان اصلیه رو میگیرم، متوجه میشم که من با دیگران هیچ فرقی نمی کنم. دو مرتبه میگم برای همسایتون بیشتر بخواین از اونی که خودتون نمی خواین. اون زمانی که من متوجه ایگو میشم، ایگو یا حس خودپسندی، یا بعضی وقتا میگن سیطان یا شیطان، اون بخش دیگه ای هستش که در ما انسان ها دوگانگی وجود داره. خدا و ایگو هر دو در ما هستش. پس بنابراین هر کسی طبق اون آگاهی و هوشیاری که داره تصمیم میگیره در هر لحظه که کدوم یکی از اونها بیشتر خودش رو منیفست بکنه یا بیشتر خودش رو نشون بده. اوکی؟ پس بنابراین زمانی که من به حضور خودم، به وجود اسنس اصلی خودم که مشابه با خدا هست و یکی هستش، که من نور و عشق هستم و تمام خصوصیت هایی رو که من از خدا در نظر دارم همونها در من هم وجود داره، پس من مرتبا از اون راه کار میکنم. یکی از خصوصیات خدا چیه؟ بخشیدنه. خداوند که ما رو هیچ زمانی تنبیه نمیکنه که.
پس اگر که خداوند در مورد من بخشش داره و من هم مثل خداوند هستم، در من بخشش وجود داره. پس در این زمان هستش که هیچ کار و رفتار هیچ کسی رو من اصلا ازش نخورده گیری می کنم، نه اصلا ربطی به من داره یا مربوط به من میشه، چون افراد داستانها و سناریوها و درسهای خودشون رو دارن به طور کلی. اوکی؟ پس بخشیدن با آگاهی و دانش میاد. و اینکه تمام این افراد اگر آینه ای از من هستن، هر چیزی رو که من در دیگران دوست دارم در من وجود داره، هر چیزی که در دیگران دوست ندارم در من وجود داره. پس ما انسان ها یک دوگانگی درمون وجود داره و اون ایگو یا حس خودپسندی گذاشته شده برای ما که ما یک چلنج یا یه چیزی باشه که باهاش در حال مسابقه باشیم. برای اینکه اگر همه ماها با کیفیت خداوند بودیم و متوجهش بودیم، ما یک بهش روی زمین داشتیم، ولی الان اون بهشت روی زمینی رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یک اسپکت دیگه، بخش دیگه ما انسان ها، اون ایگو یا حس خودپسندیه که مرتبا ما رو در حالت مسابقه میندازه، مرتبا به من میگه فلانه اینجوری کرد، با تو بد صحبت کرد، با تو بد رفتار کرد، نری عذرخواهی بکنی کوچیک میشی، وای حالا اون اینجوری میگه، اون الان رو من چی قضاوت میکنه. تمام این چیزها بخشی هستش که از ایگو میاد. پس بنابراین ما زمانی که ناآگاهی مرتبا میفتیم توی داستانای ایگو. وقتی آگاه میشیم متوجه میشیم که تمام اینا بازی ذهنه و هیچ کسی نه کاری به من میکنه، نه قرار با من خوب صحبت بکنه، نه قرار به من، اصلا به من مربوط نمیشه که دیگران چی کار میکنن، چه رفتاری دارن. پس در اون زمان هستش که بخشش اصلا سختی نداره. اوکی؟ پس دوباره بر میگرده به مرحله آگاهی و دانش من. سیدی های عرفان رو گوش کنش که من. خب بریم سر آقای حجت فکر میکنم، مشهد. خواهرم با دیویدی 4 ورزش میکنه، زانو درد داره و اوکی. مسئله زانو درد رو توضیح دادم عزیز، ولی برای کسانی که زانو درد دارین، در این حال میتونین زانو بند ببندین، چون زانو بند جلوگیری میکنه، یعنی یه مقدار ساپورت یا محافظت میده و جلوگیری میکنه از اینکه فرضاً شما زیادی زانوتون رو خم بکنین یا نکنین. ولی باز دو مرتبه توضیح دادم که مسئله زانو برمیگرده به ترس و وحشت و بر روی اسیدی یا قلیایی بودن بدن باید روش کار بشه. خب بریم راجع به خانومی که گفته بودین، شهناز 24 ساله، خیلی مرددم، نمیتونم تصمیم بگیرم. راجع به تصمیمم صحبت کردیم. خدای درونی یعنی چی؟ خدای درونی که دیگران میبینن یعنی چی؟ خب خدای درونی یعنی اینکه اون وجود اصلی من عزیز، یعنی اینکه ما زمانی که میگیم که ما خالق هستیم و خصوصیات ما، دقیقا خصوصیاتی که در خداوند هست در ما هم وجود داره. خدای درونی یعنی اون جستجو و پیدا کردن من، که ما انسان‌ها با ذهن به وجود میایم. ذهن مرتباً یک ماشین افکاره، ذهن تولد و مرگ رو به وجود میاره. پس در حقیقت هر تولدی یک مرگ داره و بعد از اون مرگ دو مرتبه تولد جدیده. پس مرتباً این سایکل یا این چیز دایره به طور کامل داره در حال حرکته. پس این حالت دایره مرگ و تولد رو کی به وجود میاره؟ دو مرتبه خود من به وجود میارم. این دو مرتبه ذهنه، ذهن کرییشن، خلاق به وجود آوردن افکار و اتفاقات هست. پس به طور کلی تمام چیزهایی رو که ما میبینیم که انیشتر هم گفت، یک ایلوژن یا یک تصویر ذهنی هستش که ذهن ما به وجود میاره. پس بنابراین من در تمام مدت، زمانی که من اون دنیای درونی رو پیدا می کنم، زمانی هستش که با مدیتیشن، حالا اونم زمانش برای همه فرق می کنه که من چقدر زمان می ذارم که به اون سکوته برم، زمانی که من به تدریج یاد می گیرم که اون ذهن رو ساکتش بکنم، می تونم به اون نقطه صفر، هم بهش می گیم zero limit، به اون نقطه صفر برم که در اون نقطه صفر
هیچ چیزی وجود نداره، دیپاک چوپرا هم راجع به این صحبت میکنه، که در نقطه صفر هیچ چیزی وجود نداره ولی پاسیبلیتی، موقعیت همه چی درش هست. دوباره تکرار میکنم، نقطه زیرو نقطه ای هستش که هیچ چیزی در اونجا نیست، یک فضای خالیه، ولی فضای خالی که آمادگی حاملگی هر چیز رو، تولد هر چیزی درش هست. اوکی؟ پس بدن ما انسان ها، این بدن فیزیکی که ما فکر میکنیم پره و توی تصویرهایی که میبینیم قلب هست و نمیدونم تمام مویرک ها و سلول ها و استخوان و غضروف و تمام این چیزها، در واقع یک جای 99% خالیه، empty space، spaceه که هیچ چیزی درش وجود نداره. و این برای حضور ما، برای ما انسان ها مشکله که چطوری بتونیم بفهمیم که این بدن که پر چیزه چطور 99% نقطه خالیه. ولی that's the reality، این واقعیت هستش. پس اون نقطه خالی رو اگر من بتونم به اونجا برم که هیچ چیزی نیست، اون در اون سکوت کامل و در اون سکوت ذهنه. و زمانی که من در اونجا میرم، گفتیم که حالا اون possibility، اون موقعیت برای creation یا به وجود آمدن ایده یا هر چیز دیگه ای در اونجا هستش. تمام روح من کاملا اون آگاهی و هوشیاری رو داره که این تولد برای چی بوده، من برای چی به این دنیا اومدم، درس هایی رو که انتخاب کردم چیه، و هیچ کسی بهتر از روح ما این آگاهی یا آگاهی این مسئله رو نداره. پس بنابراین من اگر خودم رو از روح خودم جدا نبینم و بتونم با روح خودم یکی بشم، اون دارای تمام اون آگاهی ها هست. در زمانی که ما شب میخوابیم چه اتفاقی میفته؟ روح ما که در بعد دو مرتبه، همه انسان ها فکر میکنن که روح یه چیزیه که در این بدن فیزیکی حبس شده، و خیلی از اوقات هم میبینیم که در اشعار مختلف گفته شدن این روحی که در این قفس حبس شده، و این حقیقت نداره، به خاطر اینکه روح ما خیلی بزرگتر از این هست که بتونه جمع بشه و در این بدن فیزیکی باشه. روح ما بی نهایته، گستردگی روح بی نهایته. پس در شب که ما میخوابیم، اون خوابهایی که میبینیم، ما خونه خاله رفتیم یا روی اقیانوس رفتیم، در واقع اون روح ماست که در حال پروازه، و چون ذهن در اون موقع در یک خواب عمیق هستش، ما اون سفر روح رو میتونیم تا یک مقداری ببینیم، ولی به طور کلی روح ما در این بدن فیزیکی در قفس نیست. اون قفس رو ذهن محدود انسانی من به وجود میاره. اوکی؟ پس تمام سوال هایی که شما دارین، که از من میپرسین و از دیگران میپرسین، اگر شما به اون مرحله برسین که با روحتون یکی بشین، شما میتونین تمام اون مطالب رو به دست بیارین. در ضمن خانمی پیام گذاشته بودین، الان به خاطرم اومد، که خیلی آرزوی شما این هستش که مثل من از این دنیا برین و چیزا رو ببینین و دوباره برگردین، و این بزرگترین آرزوی شماست. چطوری میشه به این مسئله رسید؟ ببین عزیز من، همه ماها نباید از این دنیا بریم، حالا در تصادف تو کما بریم و دو مرتبه برگردیم. همچین رولز یا تئوری نیستش که باید به این سیستم انجام بشه. دو مرتبه تمام این صحبت هایی که در حال حاضر کردم، اون زمانی که من این میشه ارجعیت برام پیدا میکنه و من روز بعد از روز بعد از روز مدیتیشن روزانه انجام میدم، به سکوته میرم، با خودم یکی میشم، ذهنم رو باز میکنم، دیدم رو باز میکنم، مطالعم رو بیشتر میکنم و خودم رو نمیبندم با افکار و خودم رو محدود نمیکنم، من میتونم تمام با روح خودم دو مرتبه یکی بشم و تمام اون آگاهی ها و اطلاعات به من برسه. اون اطلاعات و چیزهایی رو که ما دنبالش هستیم در همینجا هستن. هیچ چیزی
که شما فکر میکنین در آینده‌ای که وجود نداره قرار اتفاق بیفته، قرار نیست که اتفاق بیفته. همه چیز در حال حاضر در این کرییشن یا در این دنیا وجود داره. فقط بستگی به این داره که من در جایی که هستم، بیداری یا هوشیاری که هستم، کدوم یکی از اینها رو میخوام تجربه بکنم و اون دو مرتبه دست منه، چون من خلاقم، من اون قابلیت در من هستش که تمام این چیزهایی رو که در حال حاضر اینجا وجود داره بتونم در خودم داشته باشم. اوکی؟ دوستان وقت برنامه تموم شد. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. امیدوارم که تونسته باشم بیشتر سوالهاتون رو جواب داده باشم. دوستان، برای کسانی که میخوان برنامه های من رو روی یوتیوب مشاهده بکنین، سودی یزدی یک کاناله، سودی برنت چنل دوم هستش. دوستانی که میخوان روی فیسبوک من رو اد بکنین، باید برین به فن پیج من یا سودی برنت شماره 2 صفحه رو لایک بکنین که بتونین وارد بشین. خواهش میکنم پیام هاتون رو کوتاه‌تر بذارین. دوستانی که میخوان با من لایف کوچینگ بگیرین، توی زندگیتون موندین، گیج و گمین، احتیاج به کمک دارین، خواهش میکنم به sudiyazdi@yahoo.com یک ایمیل بزنین که بتونیم از طریق ایمیل به شما برسیم. در ضمن تمام دوستانی که لطف کردین با عشق و علاقه تولد من رو که هفته پیش بود تبریک گفتین، واقعا ممنونم. به خاطر همه عشق شما امیدوار هستم که من هم بتونم جوابگوی تمام این عشق ها باشم. مرسی. تا برنامه دوشنبه آینده. I love you.